تصحیح مشق خانم طاهره موسویان، خانم زهرا علیزاده و خانم فاطمه نوروزیان در یک ویدیو. با من همراه باشید تا نکاتی که در این ویدیو عرض میکنم رو بشنوید و امیدوارم که این نکاتی که عرض میکنم برای شما عزیزان مفید واقع بشه. خب، اول خود این الگویی که این هنرمندان عزیز از روش مشق کردن رو یک سری نکاتی در موردش عرض میکنیم، بعد به تصحیح مشق این هنرمندان گرامی میپردازیم. در سطر اول از این الگو که به خط مرحوم نیریزی هست، این نکته‌ای که هست تنوینی که برای کلمه نوح هست، اینو بعد از انتهای واو گذاشته، یعنی به اندازه کافی، به اندازه که یک تنوین بتونه بگذاره داخل این ه پیشبینی کرده که جا باشه. و بعضی از عزیزان من نگاه کردم دیدم تو چیدمان یه جوری نوشتن که اینجا دیگه جای باقی نمانده. این یه نکته ای است که باید دقت بشه. کلمه قوم رو اینجا میبینید، سطر بعد هم داریم. ببینید در سطر دوم یک فضای آزادتری برای اعراب گذاشتن زیر میم بوده، در سطر اول یه خورده فضا بسته شده. من خودم این دومی رو بیشتر میپسندم و اگر با این میم بنویسیم، این میمی که الان دارید میبینید، اون وقت کسر اینجا میخوره. از موقع با این میم بعضی مشکلات هم حل میشه. در مورد نونهای کشیده و کلماتی که داخلش قرار میگیرن، الان توی این سطر من بعد هم هست، دقت کنید کلمه بعد رو که کشیده، انتهای کشیده برده بالا، تقریبا انگار انتهای این نون داره میره میفته توی این مسیر. اما توی سطر بعدی کلمه مدبرین داریم که اینجا هیچ چیزی داخلش قرار نداره. اما بعدش نگاه کنید، من الله داره. من قبلا هم عرض کردم وقتی نون کشیده داریم، یکی از بهترین چیزهایی که داخلش قرار میگیره کلمه جلاله الله هست. اما معنیش این نیست که الله در هر حالتی بهترین هست. اللهی که کسر خور نباشه بهتر از اللهیه که کسر میخوره، چون این کسره خب اینجا که نمیشه جا داد. بعد این کلمه هم خب الان مثلا من الله هست، ممکنه مخاطب تصور کنه که نوشتیم من الله، که حالا از لحاظ نحوی من نمیخوام توضیح بدم، اینجا تفاوت معنا به وجود میاد. ولی حالا اینجا الان کلمه من الله، کسره الله رو گذاشتیم اینجا. اگر مثلا کلمه ای بود که مثل الله بود یا چیزهایی بود که توی نون کشیده الله مثلا باشه، اینها خیلی مناسب تر در میاد. ما اینجا در مورد من صحبت نمی کنیم، در مورد نون کشیده صحبت می کنیم. من خودم کلماتی که اعرابشون بالا قرار می گیرن و منافاتی با این قسمت ندارن، درگیری با این قسمت به وجود نمیارن رو کلماتی میدونم که مناسب ترن توی این کشیده ها قرار میگیرن. الان نگاه کنید کلمه منهاد هیچ درگیری به وجود نیومده، چون پیشبینی کرده که این دال رو کجا بگذاره، ها هم که هیچ مشکلی با این کشیده به وجود نمیاد. در سطر بعد هم در همین سطر کلمه من یزلل الله، جوری کلمه یزلل رو نوشته که قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد از این نون خارج شده و لام هم در سر جای خودش قرار گرفته. یه قسمتی از سنگینی این کلمه افتاده روی کشیده نون و فضا بسیار فضای مناسبیه. اما در سطر بعدی فی شکن تقریبا قسمت کلمه شک رو، یه بخشی از کاف هم انداخته روی این کشیده که اینجا هیچ مانعی نداره و خیلی مناسبه. یه فاصله هم اینجا در نظر گرفته که این فاصله کاملا منطقی و به جا هست.
خب این خود الگویی که این عزیزان اومدن از روش مشق کردن. حالا بریم سراغ خطشون و نکاتی در مورد نوشته هاشون و کتابت هاشون عرض کنم. در خط خانم نوروزیان این تنوین اینجا خیلی از روی مجبوری دیگه، یعنی جا نبوده، فضا قرار نگرفته، فضای مناسب. این نوح یک کم بالاتر بود و این تنوین یه ذره بزرگتر میتونستید بگذارید، خیلی مناسب تر میشد. انتهای ه هم خیلی نازک شده، اینجوری نیست. کلمه انی من ویدیوشو گرفتم، باید از روی ویدیو نگاه کنید، به این شکل نوشته نمیشه. این کلمه ظلمت خیلی خوب بود، زخامت های مربوط به قبل از این و بعد از این رو شما باید مشق نظری کنید. در مورد کلمه مدبرین، حرکت نون، جهت نون باید دقت بشه و این الان این قسمتش یک انحراف ایجاد شد. کلمه مالکم من، هم این مه هم این مه مشکل داره. قبلا هم ویدیوهای فرستادم خدمتتون، اینجا هم دوباره کلمه مالکم داریم. اینجا این زخامت و پهنای این قسمت رو شما باید مشق نظری بکنید، این قسمت رو خوب ننوشتید. خب دیگه حالا بقیه کلمات که خوب نوشتید و خاطر اینکه خیلی دیگه این ویدیو هم طولانی نشه ازش میگذاریم، اونجایی که اشکال دارید رو میگیم. کلمه یوسف یک قوسی یا یک قوزی این قسمت تو کارتون دیده نمیشه. کلمه قبل هم اینجا نستعلیقیه، تقریبا نسخی نشده. شما توی این قسمت که من در ویدیو جداگانه توضیح دادم حتما دقت کنید. کلمه البینات این شاخصش باید یکم متمایل به سمت چپ باشه. این دندانه که میاد بالا بهش میگیم شاخص، این صاف نمیره بالا، حواستون باشه. و ما زلتوم رو نوشتم، کلمه فی هم نوشتم، اینا رو باید توی ویدیو نگاه کنید. این حرکتی که میاد بالا، بعضیاتون خیلی بیش از حد میرید بالا و بعضی هم که این قسمتش حالت دور زدنش، دور زدن نستعلیقی میشه، اینا رو باید دقت کنید. کلمه مما جاءکم اینجا خیلی فضا خفه شده، فاصله ای نیست، اینا رو بایستی دقت کنید. کلمه بهی ببینید چیش اینجوری نشه، اگه بزرگ کنید کارتون رو میبینید که این بهی به این سمت شیب داره، حواستون باشه به تعادلش. نکته اساسی که در مورد خطتون باید بگم اینه که شما این سطر رو میتونستید اینقدر طولش اضافه کنید، چه اتفاقی میافتاد؟ آرامش و فضای بین کلماتتون بیشتر میشد، سطرهای بعدی که یکم شلوغ‌تر هست آزادتر دیده میشد، کتابت شما جذابتر میشد. یعنی یه فاصله و هواخور بین کلمات که تنظیم بشه، همین کار میتونه با یک عیار دیگه ای عرضه بشه. حتما روی این موضوع دقت کنید، حتی یه فرصتی اگر دست داد همین کارها را اجرا کنید با رعایت همین نکته‌ای که گفتم که یه قسمت اینجا اینها اضافه بشه. اون وقت میبینید کارهاتون خیلی چشم نوازتر میشه. در مورد این کارتونم چند تا نکته عرض بکنم. سعی کنید از کافه کوفی استفاده بکنید. اینجا الان شما میتونستید کافه کوفی بنویسید و یه خورده طول سطر رو بیشتر بگیرید، کل کار آزادتر میشد، مخصوصا این سطر دوم که شلوغ شده. و این سطر هم ببینید اینجا شما یه جورایی تلاش شده که بالاخره کلمات رو جا بدیم، این مشکلات رو حل بکنید. با این کافه کوفی مثلا تو اون سطر میکشید، تو این سطر رو نمیکشید چون این سطر بلنده. اونی که کوتاه هست میکشیم بلند بشه، اینی که بلند هست یه ذره کلماتشو مثلا از این کافه استفاده نمی کنیم. به این حالت کلمات کافه مثلا اوریب استفاده میکنیم که طول سطر اون خیلی چیز نشه. همه سطرها برابر میشن ولی با یک آرامش خاصی.
این کلمه سله هم مشکلی که توی بالا روندگی وجود داره مثل کلمه مثله که من ویدیوشو فرستادم خدمتتون، این دندانه ها، دندانه های شاخص، این بالا رفتن ها و منتقل شدن به نون، اینا رو با دقت کنید. کلمه قوه هم این دوری که زده اینجا، اینا خیلی خراشیدگی و خلاصه پریدگی از قلم وجود داره، اینا رو باید دقت کنید، انشالله اینا رو برطرف کنید. هسته هتونم من زوم کنم که حرفم بهتر متوجه بشید. هسته هتون کوچیکه، هسته ه باید به این شکل باشه، یعنی این قشنگ یه مثلثی، حالت نان، ابتدای نان سنگک، این الان یه مثلث خیلی کوچیک و جمع جوره، اینطوری نباشه، یه مقداری رو اینا بیشتر دقت کنید. کلمه علی به خط استاد بخشی پیدا کنید، مشق بکنید، هم این آتون از حالت نستعلیقی در میاد، هم این که کلمه علی رو یاد میگیرید، یک تمرین کردن کلمه علی، هم سر این رو یاد میگیرید، هم خود کلمه علی، و هم این یه این حالتش که بعضی موقع بعضی از مرجعات دیدم مشکل دارن، این حالتش، اینها رو یاد میگیرید. کلمه ورزقنی نگاه کنید، الان این و اینجا هست، این ر اینجا هست، این هم اینجا هست، یعنی توی یک کلمه چهار تا حرفش ما سه تا کرسی داریم. اینا رو مشابهش، نمیگم حتما همین کلمه، مشابهش کلماتی که چند تا ر و دارن توی خط نیریزی پیدا کنید، ببینید او برای حل این مشکلات چی کار کرده، و شما هم تو کارهاتون همین کارها رو اجرا بکنید که انشالله نکات خوبی دستگیرتون بشه و کارهاتون کارهای پخته تری بشه. بخش بعدی مربوط به خط خانم زهرا علیزاده هست، از هنرجوهای زحمتکش و پرکار و اخیراً هم در امتحان عالی با نمره 20 قبول شدن، بسیار خط خوبی دارن و بسیار با دقت مشق میکنن. حالا من باز همیشه توی ویدیوها میگم تعریف یک هنرجو به معنی اینکه هنرجوهای دیگه خطشون فضیلتی نداره یا پیشرفت نکردن نیست. همه هنرجوها الحمدلله در حال پیشرفت و رشدن و هر کس باید خودش رو با گذشته خودش مقایسه کنه. ایشان هم خیلی دقت خوبی داره، ولی من بیشتر سعی میکنم اشکالات خطشون رو بگم که ویدیو خیلی طولانی نشه. این سکون‌ها در شأن و منزلت خط شما نیست، باید سکون و وقت بگذارید کار کنید، چون یه بخش از زیبایی خط مربوط به سکونه، مربوط به اعرابه، که حالا یکیش هم سکونه. این کلمه نوح، این واوش باید مثل قوم تو خالی بشه، یه خورده هم اینجا دیگه فضا خفه شده، یکم فاصله میگرفتید خوبتر بود. کلمه بعد، این دیگه ایستاده شده، تقریبا تو نستعلیق ما ایستاده میگیریم، این یه ذره تمایل به چپ پیدا میکنه، دیگه اینقدر هم صاف نباید باشه. ذمه هاتون چندان چنگی به دل نمیزنه و من فکر میکنم برای اعراب چه سکون چه ذمه. ببینید الان اینجا چهار تا داریم، چهار تا میتونه از چهار تا زیبایی باشه، ولی نسبت به گوشت قلم شما اینا یه چیزای بیجانیه، اینها رو باید دقت کنید. این کلمه خیلی خوب شده، خیلی زیبا نوشتید. کلمه للعباد، اینجا بعضی ها ظریف نمی‌نویسن، شما زیاد ظریف نوشتید، به نظرم یه خورده دیگه گوشت بهش بدید، تو این حدم نیاز نیست نازک نوشته بشه. کلمه نی رو در ویدیو گفتم، کلمه اخاف این خیلی خوب شده، واقعا دست شما در من. کلمه علیکم خوب شده، شما توی الگو این قسمت خیلی چندان دلپذیر نبود، ولی شما دقت کردید مبتلا نشدید. چیزهایی که توی جلسات قبل گفتیم، مثلا نگاه کنید الان این علیکم اینجا توی الگو من خیلی نمیپسندم، درسته آ خوب شده، کاف خوب شده، ولی این اتصالی که اینجا هست شما علیکم توی خط نیریزی پیدا کنید، بقیهش اینجوری نیست. اینجا اینو شما نباید تو
کارتون به این شکلی که نوشته بنویسید. حالا الگوهایی که میدیم ممکنه یه دفعه یه کلمش هم یه جوری باشه. شما نگاه کنید همین اینجا زیرش این وجود داره، نحوه اتصال این پار خط به این. با اینجا نگاه کنید، اینجا خیلی موفق نیست ولی اینجا خیلی قشنگ. این مدل رو باید اجرا میکرد. کلمه آسم بالای ساد لاغر شده، کلمه یزلل این فضای بین یه و زاد خیلی دیگه کم شده، کلمه هاد خیلی قشنگه، هش عالیه. کلمه جاکم کاف کوفی وقت بگذارید، حتما این کاف دهنه باید بسته تر باشه. باید شما خیلی ببینید دهن بازه این کافه، کم خوابیده تر بگیرید. یه نکته که بعضی از هنرجو رعایت نکرده بودن و شما رعایت کردید این قوس اینجا هست. این قبل هم خیلی بزرگ شده، زودتر جمعش کنید. بیهنات خیلی خوبه. کلمه فی هم این حرکتی که میرید جلو، این حواستون باشه زیاد نباید جلو. این که زیاد جلو میره کار برای بعدش هم مشکل میشه. این مما باید مشق نظری کنید نسبت به خطتون. این کلمه خیلی خوب نیست. کلمه بهی هم هش مثل این حالت این حس به ما میده. ببینید این باید تعادل و ایستایی شما درک بکنید. این الان توی خط شما داره میفته به این سمت. در کل مشق خوبی بود، من از مشقتون راضی بودم و پیشرفت خوبی کردید. خودتون رو با تمرین مداوم آماده کنید برای امتحان ممتاز که انشالله ممتاز رو هم بگیرید و خلاصه خطتون رو ارتقا بدید. خب برسیم به خط خانم موسویان. از صبوری ایشون تشکر میکنم. بعضی موقع توی تصحیح مشقامو گاهی وقتا شده که خط ایشون شده خط نفر آخر، ولی به هر حال صبورن و گلایه نمی‌کنن. گاهی وقتا تراکم مشق پیش میاد، تصحیح ویدیو و کم کردن حجم و اینها خیلی زمان در میشه. کلمه مثل میمش بزرگه، کلمه دعب این حالتش حالت پرقوسی شده و با لرزه هست. اینجا هم یه لرزه داره. اینا رو من زوم بکنم شما بهتر متوجه میشید. کلمه قوم اینجا که محل نشون دادن قدرتتون و هنرنماییتونه که توی این بسیار عالیه، توی این ضعیف. کلمه عاد شکلش خوبه، این قسمت ها لرز و شکستگی داره، اینا باید برطرف. پایین دالتون زخامتش جوندار نیست. آدم احساس میکنه شما با تمام قلم ننوشتید. چرا؟ چون زاویه را یه جور میگیرید که تمام قلم رو به ما نشون نمیده. تمام قلم شما اینه. چرا اینجا همقدر نشون نمیده؟ اینا مربوط به نوع زاویه قلم گذاری و نوع رانش قلم و این هاست. کلمه سمود رو خیلی قشنگ نوشتید. یه اشکالی وجود داره که اینجا آدم این سمو میخونه بعد این دولزینه میخونه. این فاصله اینجا منطقی نیست. اینو باید بیارید اینجا، این فاصله رو بیارید دیگر. چقدر از گرماتتون خوب شده؟ اینا خیلی خوب. روی میم در کلمه ما و کلمه من یکم وقت بگذارید. قبلا ویدیو فرستادم، همونا رو مشاهده کنید کافیه. کلمه ظلمن از اینجا یه دفعه رفتید بالا. این باید یه ذره مهلت بدید به کلمه، به تدریج برید بالا. یه دفعه اینجوری بره بالا این خودش ظلمه. خلاصه اینا دقت کنید. این للعباد هم من نمیدونم شما رفتید بالا از بالا برگشتید یا از اینجا بهش زدید. به ما این حس رو میده که شما از اینجا زدید بهش. اگه از اینجا زدید این خوب نیست، باید از بالا بیایید. حواستون باشه. خب این دیگه زیادی. این قسمت شده قلب. البته یه ویدیو برای این گرفتم. هسته خ
این سفیریه خیلی بزرگه، اینجا هم این فاصله زیاده. این کافه کوفیتون خیلی قشنگ شده، واقعا عالیه، بسیار خوبه، این از دست ندید. اینه که میگیم خوبه دیگه تثبیتش کنیم. کلمه اتناد ویدیوشو گرفتم دیگه، اینجا توضیح نمیدم. کلمه مدبرین، این شکل نون خوبه ولی این قلم هی زیاد رفتید اومدید آنچنان خوب نشد. این کافه کوفیتونم مثل قبلی خوبه، یه خورده این فضا سفیدیش زیاده، یه ذره ارتفاع اینجا تا اینجا کم بشه، این خیلی قشنگ شده. این کافه کوفیتون بسیار شکل خوبی پیدا کرده، واقعا من لذت بردم دیدم، بسیار زیبا نوشتید. بعضی کلمات خیلی به چشم میاد، شما نگاه کنید اینو تو نظرتون چند ثانیه تصور کنید، الان نظرتون برعکس میشه. ببینید مشکل داره، این دوتا رو با هم مقایسه کنید، چرا این خوبه چرا این بده، این اصلا به دل نمی نشینه، این بسیار دل نشینه. خب کلمه عاصم هم این اتصال ساد به میم، اینجا این قله تیزی که درست کردید جالب نیست، این یوزلل هم اینقدر فاصله نداشت توی الگو، فاصلتون رو زیاد گرفتید، این زیاد گرفتید بد شده. کلمه فمالهو این ظرافت نداره، لقد هم زیرش ظرافت نداره، یوسف هم این فاصلهی که گرفتید اصلا تو الگو نبود، باید این کار میکردید، شما اومدید به طولش اضافه کرد. قبل این حرکت، حرکت بسیار قشنگیه ولی بزرگ شده، باید جمع‌تر بگیرید. بلبینات هم اینو دیگه تیزش نکنید، اینو تیز نکنید. مماجاء فاصلهی که اینجا در نظر گرفتید دیگه اصلا خیلی کم شده، باید حتما درستش کنید. کلمه بهی هم اینجا این شکستی که اینجا شده و کنج نشسته و این زاویه که اینجا درست شده خیلی مطلوب نیست، باید قوس میگرفت. کلیت کارتون کار زیبایی هست، قابل قبوله و اگر تمرکز کنید روی اشکالاتی که گفتم مطمئنن خط شما در چند ماه آینده به سطح ممتاز میرسه. همین الان هم بعضی از کلماتتون خیلی عالیه. کسانی که این ویدیو رو مشاهده کردن که ترکیبی بود از تصحیح خط سه نفر از هنرجوهای عزیزمون، اگر که این ویدیو خوشتون اومد و از این آموزش بهره بردید میتونید در مورد این ویدیو در یوتیوب نظراتتون رو ارسال کنید، کامنت کنید، کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوها میشه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.